برندگان جایزه نوبل فیزیک در آمریکا چه از زندگیشون تو آمریکا بزرگ شدند اینا سالی سه چهار ماه میمدن کمک پژوهشی بکنن به چین برنده فیزیک جایزه نوبل چینی اول است ولی مقیم آمریکا سالی سه, سه تاشون من امضاشون رو دیدم آخه وقتی من خواستم بیام بیرون معاون چیز معاون اون مؤسسه گفت یه متنی یا امضا بنویسا امضا کن وقتی امضا کردم ورق زدم دم ای آدم ها تی ینج یعنی اینا هستن پرسم اینا چیه گفت اینا سالی سه چهار ماه میان اینجا و کمک پژوهشی میکنن چند تا شما ایرانی میبینیم اینطور ایران اگر با پختگی عمل میکرد همه اینا جذب شده بود و رو فرهنگ اینام کار کرده بودند که دیگه دافع هاب من خودم دانشجوی واقعا درجه اول داشتم تو دکترا همین سالهای اخیر تمام حواسش جامعه ایرانه تمام حواسش جلسه با این بزار با اون بزار با اون بزار رو فرهنگ جامعه کار کنم لذت برم تنها چیزی که به آدم قوه میدهد وقتی این ناهنجاری ها رو میبینید به آدم قوه میدهد که میبینید که چقدر چیزای خوبی هستم همه جا اینو میبینم مکاتبه از سراسر ایران من دارم همه جای حس بیداری رو میبینم تو بعضی جوونا باور کنید و آدم لذت میبره ولی محیط این تیپو پرورش نمیده خب کسایی که تو رفاه اروپا و آمریکا بودن خب طبیعتا دوست دارن همونجا بمونن ولی الان خیلی شاهد این هستیم که حتی خانواده ها بچه های دربی بله, خانواده ها پیدا بله خانواده ها همون فرهنگ رو پیدا کردن بله خانواده ها هم فرهنگشون غربی شده غربی شده یا دغدغه اینو دارن که بچهشون آینده شغلی شغلی نخواهد داشت بله ببینید دغدغه این موضوع ندارن و دغدغه دارن ولی فکری رو که بالاخره بهش مدیونن بزرگ شدن مخارجشونو داده کاراشونو چد بزرگشونو چد اونها نمیکنند دیگه بله صاف سری آخه مگه شوخی داره دادم فرزند پیدا کنید فرزندش بر همیشه بذارد اون ور خط نه به خدا و اون فرزند تو قبول میکنید اینقدر پدر و مادر زحمت کشیدن بزرگش کردن اینا رو به حد اکثر حال یه که لطف میکنند یه سال یه بار دو سال یه بار غیره یه سری بزنند و برند ولی اکثریت هست کاری ندارن با این طرف علقه خانوادگی خیلی که ما بچه بودیم خیلی قوی بود و من یه سخنرانی داشتم به مناسبت عید قدیر توی اصفهان گفتم به خانواده ها دیگه الان تکیه نکنید به پرورش فرزندان دون تو دبستان و دبیرستان خوددونم متعهد باشید که فرزندان دون صاحب فرهنگ باشند اخلاقی الان وجود ندارد واقعا دارم میبینم خدا میدونه رعایت حد اقل داره نمیکنن اینه که الان خیلی وضعیت تغییر کرده در قرب علا رقم همه وحشی جریا استثمار همه اینا که میشه یه از روشن ذهنانشون عوض شدن تو انگلیس بزرگترین فیلسوف علمش کتاب داره from knowledge to wisdom از دانش به حکمت میگه علم ما هم راه با حکمت نیست اصلا برنامه دبیرستان ها و دانشگاه ها باید عوض شه هم مشکلات هم شایست سالاری آدمای مقامات که پیدا کردن تفکر وسیع و کل نجار ندارند و به همین دلیل ما منده اتفاقا یکی از های بارزم تفاوت رؤسای دانشگاه همین صنعتی آریا مهر و شریف فعلی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب به کلی صد متفاوت بود انتصابات بر اساس رفاقت و پارتی بازی و اینا به شدت حاکمه به شدت ما این همه نامه نوشتم هم به همین وزیر فعلی علوم هم به آقای چیز هیچ کدوم کوچکترین توجهی نکرد مرد حسابی آخر شما چه اشرافی داری به آموزش عالی پس اقلا اونا چه اشراف دارند روش تحمل کن یه جواب بده نه به این دلیل اهمیت بده بگو به این دلیل نه من اینا رو مناسب نمیدونم نه اینکه آدم های تراز اوله بذاری کنار بیای و آدم های تراز ده هم را انتخاب کن یا بر اساس تعداد مقاله و فلان و این حرفا خیلی سطحیه تفکر حاکم خیلی سطحیه خب به که خصوص که صحبت می کردیم انتقادی که داشتم به خصوص دانشوانی علوم که وزارت علوم هدفی برای جذب این تعداد دانشجو علوم پایه میگن می برای اینکه اهمیت علوم رو نمی‌فهمن و همطور علوم هیچ کدومش شد من هر دو رو گفتم اتفاقا تو مقالاتم یه مجموعه مقالات دارم که چاپ شده از می شود که آقای امامی که توی فرهنگ م... تو خبرگزاری مهر بود اون مقاله مجموعه رو دیده تقریبا رو این مسائل مفصل وارد شدم عرض می شود که هم علوم انسانی هم علوم پایه برشون مورد توجه نبوده و جالب اینه حالا علوم پایر غرب هم باره براش اهمیت قائل بود علوم انسانی هم غرب براش اهمیت قائله من بارها به این آقای دکتر از میشه و فتوهی رئیس دانشگاه گفتم دانشگاه صنعتی آریامه یا شریف فعلی بر اساس الگوی دانشگاه ام آی که بزرگترین دانشگاه مهندسی آمریکا. اون موقع که بنده آمریکا بودم دانشگاه ام هیچ از علوم انسانی نداشت ولی الان دانشگاه ام آی تی دانشوی مهندسی ازش میخواد از یه لیست ده هفده تا درس اقلا هفشتا را بگیرد در علوم انسانی بخش فلسفه داره این طوریه مدرک لیسانس مشترک بین مهندسی و علوم انسانی بین علوم پایه و علوم انسانی دارد ام آی میده گفتم اگه اون الگو بود الگوی شاه بود که دانشگاه, ام آ... ا... دانشگاه آریا بنا کرد ام آی الگو بود خب حالا ببینید ام تغییر کرده چرا نمی کنید چرا به این گروه فلسفه علم که ما داریم اینقدر تناجی میکنید نه تو ایران الان حاکمیت با پارتی بازی و رفاقت بازی و اینا مشاورایی هم که هستن برا و و اینا بعضی هاشون دقیقا حواسشون جمع این قضیه هست و ما مثلا در مورد وزیر علوم و مشاورش را میشناسیم کاملا اصلا حساب کتاب درست نیست اصلا حساب کتاب درست و حیف این کشوره ما تو خواب قفلت بودیم و من عمدشا دلیلشا دو تا نکته میدونم عدم رعایت شایست سالاری در انتصاب ها از بالا بگیری بیان تا پایین و بعدش هم عرض می شود که عدم توجه به نیازهای ملی و عرض می شود این که ما باید تو علم سهم مهم داشته باشیم و این ها ولی نه با مقاله ولی نه با من بله بس فقط با تعداد مقاله پوز میدن فقط با تعداد مقاله ولی کشور ما نفوذ کار خودش کرده و هر هم بگم نه حوزه بیدار میشد و نه دانشگاه ها واقعا ها خیلی جمعه آقای دکتر ایدئال ترین شرایط برای شما چیه؟ عالی یعنی مستقل... ترین شرایط برای من این که ما یه کشور مستقل باشیم که بیم یه فرهنگی را مثل فرهنگ تمدن اسلامی بپرورونیم که جورج سارتون تو کتاب تاریخ علمش که از مهمترین کتاب های تاریخ علمه که تو قرن بیستم نوشته شده میگه برای 350 سال اول تمدن اسلامی قالب بود و علم جهان اسلام قالب بود در سراسر جهان و 250 سال بعدش مسلمونا با مسیحی ها مشترک شدن اون وقت اون 350 سالا تقریبا تا قرن شیشم میاد از قرن از میشود نیمه اول قرن دوم هجری تا قرن میاد به هفت تا پنجاه سال تقسیم میکنه در رأس پنجاه سال اول جابر ابن حیان شاگرد امام صادقا قرار میده و در رأس پنجاه سال آخر عمر بن خیامات خیام قرار میده بله ما من دلم میخواد یه همچی وضعی باشه جهان اسلام یه جهان برتری باشه تو علم بی نیاز باشه که نخوان تحریم بروش اثر بگذاره هیچ بی نیاز باشه